سلام شنبه 24 تیر 91 14 جولای 2012 میلادی در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه با فشار نیروهای امنیتی مراسم سومین سالگرد به خاک سپاری سهراب اعرابی شهید جنبش سبز حتی در منزل هم برگزار نشد. مامورین خواسته بودند که در مراسم نباید اسم جنبش سبز بیاد و یک سری شرایط دیگه که مادر سهراب نپذیرفت اعتصاب غذای ارجنگ داوودی در سلول های انفرادی 209 خبر دیگری است که بعد از انتقال ارجنگ از بند سیاسی زندان رجای شهر به انفرادی اوین اتفاق افتاد. آقای کروبی رو هم مامورین امنتی اجازه ندادند که از حصر بیاد و در مراسم خاکسپاری خواهرش شرکت بکنه نکته دوم اینکه در کارخانه آلیاژ گستر قشب به سازنده شمش های سرب و آلیاش های و غیره هست انفجاری روی داده که 15 کارگر حداقل مجروح شدند و حال دو نفر اونها وخیم گزارش شده نکته سوم اینکه قیمت مرغ از هر کیلو هشت هزار تومان هم عبور کرد با شدت گرفتن گرانی ها مقصر تراشی شروع شده کیهان در مقاله با نوشتن حروف اختصاری الف و ب و جیم یک عده رو لیست کرده که اینها مقصرن و انقریب رفتاری که همه اینجور حکومت های ورشکسته دارند رو شاهد خواهیم بود انقریب احتمالا با افزایش گرانی ها و خرابکاری اقتصادی که مقصر شخص آقای خامنه است و نه کس دیگه شروع خواهند کرد به دستگیری یک اده و کاسه کوزه بر سر اونها شکستن من برای اینکه روزنامه کیهانو و شرکاش رو راحت کرده باشم خبر دیگه ای رو نقل می‌کنم از همشهری آنلاین که خبر داده از اینکه تعدادی خودرو گران قیمت به ارزش 175 میلیون دلار با ارز دولتی وارد کشور شده بهتره که همین واردات رو دنبالش رو بگیرن ببینن دست چه کسانی در این شرایط کشور در کاره سردار و حزنی فرمانده قرارگاه کوسر سپاه پاسداران شخص دیگه است که در همین دیروز مصاحبه کرده و گفته که ما سود حاصل از پروژه های سپاه رو صرف عمران و آبادی میکنیم با لطفی که مقام رهبری در حق مردم دارن احتمالا مقام رهبری از سر ارث پدرشون آوردن ولی ایشون مطرح کرده ما زیر 300 میلیارد هم کار نمی کنیم و خلاصه سپاه که چنگالش رو توی تمام ارکان اقتصادی کشور انداخته با توجه به اینکه مسبب و یکی از مقصرین اصلی وضعیت اقتصادی کشور است افتاده به دنبال اینکه سود در نمیارن و اگر هم در بیارن سود رو میبرن در پروژه ها خرج میکنن موضوعی که اصلا قابل باور نیست و از امثال این آقای سردار خواست که ارقام و اعداد سپاه رو شفاف منتشر بکنه. نکته چهارم این که پلیس فدرال امریکا FBI بی آی از شرکت زتی چین شروع به تحقیقات کرده به دلیل فروش تجهیزاتی در چند ماهه گذشته که مشمول تحریم بوده تجهیزات مخابراتی کنترلی و شنود یک ایرانی به نام پرویز خاکی هم در فیلیپین از سوی امریکایی ها دستگیر شده به دلیل صدور موادی که مشمول برای غنیسازی اورانیوم به کار میره و مشمول تحریم بوده یک همکار چینی او هم است. تانکر مصری حامل نفت ایران هم به دلیل تحریم شرکت های بیمه سوی اتحادیه اروپا از حمل محمولش به مقصد باز مونده رویترز هم خبر داده از اینکه ترکیه به دلیل مسئله شرکت های بیمه با مشکل برای واردات همین مقدار نفتش از ایران مواجه شده رئیس آی 6 انگلیس هم در مصاحبه با دیلی تلگراف ادعا کرده به اینکه مامورین اطلاعاتی انگلیس در چهار سال گذشته مانع از تحقق جمهوری اسلامی تحقق دستیابی جمهوری اسلامی به اهداف هسته‌ایش شدند اما جزئیات بیشتری رو ذکر نکرده نکته پنجم اینکه آقای خزایی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مصاحبه خانم باربارا اسلیوین مطرح کرده که در مورد غنیسازی 20 درصدی این موضوع قابل مذاکره است و چیزهای دیگر هم قابل مذاکره است احتمالا بستن سایت اتمی فردو یا سایر زمینه ها مدتی چند روزی است که با شدت گرفتن تحریم ها و دورنمای اقتصادی کشور این قبیل حرف ها آغاز شده نکته ششم اینکه شایعات بر سر مریضی آقای خامنه ای و بیماریش باز هم شدت گرفته علا اینکه ایشون در تلویزیون هم ظاهر شده اما دوباره مطرح شده که این فیلم مال قبله و اصلا معلوم نیست کی بوده و اجلاس فوقلاده مجلس خبرگان رو هم بعضیها به مریضی آقای خامنه ای نسبت دادن به هر صورت این هم یکی از اتفاقاتی است که در دیکتاتوری ها زیاد میفته و وقتی به خصوص کار سخت میشه مسئله مریضی یا مشکلات شخص دیکتاتور شروع میکنه به شدت گرفتن نکته هفتم فاجعه است که در سوریه در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده در دهکده‌ای در منطقه حما بیش از 305 زن و بچه و کودک و بزرگ و نوجوان و پیر با از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی و از آسمون هم با هلیکوپتر و تجهیزات نظامی قتل عام شدند عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی سوریه سه روز عزای عمومی اعلام کرده و از سازمان ملل خواسته که اجلاس فوقلاده و استراری شورای امنیت تشکیل بشه خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا هم در اظهاراتی بسیار خوند این قتل عام رو محکوم کرده و خواستار تشکیل فوری جلسه شورای امنیت شده و بدون اسم آوردن روسیه و چین رو متهم کرده که مانع از همکار این کشتارها هستند و نکته آخر به نظر من مسابقه است که در 24 ساعت گذشته بین آقای صدیقی امام جمعه تهران و آقای مهدی طائب فرمانده قرارگاه امار در گرفته به این معنی که آقای صدیقی در نماز جمعه فرمودند که کشورهای غربی با تحریم هاشون برای ما چاه میکنن اما خودشون هلاک میشن چون اونها مولا ندارند ایشون همینطور گفته که فقر در جامعهمون نداریم و تحریم ها التاف خفیه خداوند. اما آقای مهدی طائب اظهار فرمودند که امام زمان چون در مکه ظهور میکنه و در مکه هم حکومت وهابیا حاکمه که او رو میکشند بنابراین ما باید که مثل شاه رو که علیهش انقلاب کردیم حکومت سعودی رو برکنار کنیم تا امام زمان بتواند ظهور بکنه امام زمانی که زورش احتمالا به حکومت وهابیا نمیرسه معلوم نیست چرا باید ظهور بکنه به هر صورت مسابقه این قبیل حرفها این روزها شدت داره و به قول ظریفی میگفت آقای نقدی مدتی است عقب افتاده باید تشویقش کرد که خودش رو به این قهرمانان حرف های صدمن یک خاز برسونه اندکی سرب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی